بینید های عزیز، سلام. امروز سه‌شنبه 14 ماه اسد سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 5 ماه آگست سال 2014 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. کشته شدن 4 سرباز خارجی در کابل در حمله سبز بر آبی. تظاهرات شهروندان هرات در پی کشته شدن 4 عضو خانواده در حمله هوایی. کشته شدن 3 عضو خانواده بر اثر لغزش کوه در ولایت تخار. و ابراز همدردی رئیس جمهور روسیه با خانواده های آسیب دیده در رانش زمین در هند. توریال افغانستان با مشروع خبرهای این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. فرد ملبس با یونیفرم ارتش ملی 4 سرباز خارجی را کشت. بر اثر شلیک یک فرد ملبس با یونیفرم ارتش ملی بالای منصوبین کمپ نظامی قرغه کابل، 4 سرباز خارجی کشته شدند. این مطلب را یک منبع ایساف بدون ذکر نام بر رسانه ها بیان نموده است، اما از مشخص کردن هویت کشته شدگان خودداری کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از شکیلا مرید. دفتر مطبوعات نیروهای ایساف مستقر در کابل با نشر اعلامیه وقوع یک حادثه در کمپی یاد شده را تایید کرده، اما میگوید که جزئیات آن بعد از تحقیقاتی که آغاز شده است مشخص خواهد شد. اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در صفحه اجتماعی تویتر خود نوشته است که حوالی ساعت 12 امروز یک تروریست با استفاده از یونیفرم اردوی ملی به جانب منصوبین اکادمی و همکاران خارجی آنها شلیک نموده و چند تن را زخمی کردند. عظیمی گفته است که فرد حمله کننده از سوی نیروهای اردوی ملی از پا درآورده شده است. طبق یک خبر دیگر، در نتیجه درگیری مسلحانه میان نیروهای خارجی و یک پلیس در مقام ولایت پکتیا، یک پلیس کشته و یک سرباز خارجی جراحت برداشته است. مل پاسوال زلمی اوریاخیل، قماندان امنیه ولایت پکتیا، امروز سه‌شنبه 14 اسد گفت که حوالی ساعت 12 ظهر امروز میان یک پلیس و یک سرباز خارجی فیر صورت گرفته است. اوریاخیل افزود در مورد چگونگی این رویداد معلومات بیشتر ندارد، اما تحقیقات در زمینه آغاز شده است. با گفته منبع، این رویداد پس از ختم جلسه امنیتی در مقام ولایت به وقوع پیوسته است. تظاهرات در هرات در پی کشته شدن 4 عضو یک خانواده در حمله هوایی. کشته شدن 4 عضو یک خانواده در ولایت غربی هرات در حمله هوایی نیروهای خارجی خشم صدها باشنده این ولایت را برانگیخت. اصیل الدین جامی، معاون والی و سرپرست ولایت هرات، نیز هنگام دیدار با معترضان تایید کرده است که کشته شدگان در حمله شب گذشته غیر نظامیان هستند. محمد ظریفی، یک عضو شورای ولایت هرات، به خبرنگاران گفت که این 4 عضو یک خانواده شب گذشته در حمله نیروهای خارجی کشته شدند. او گفت که این حمله در مربوطات ولسوالی شیندند پس از اینکه طالبان بر تاسیسات میدان هوایی این ولسوالی راکت پرتاب کردند صورت گرفت. نیروهای بین المللی پس از حمله راکت طالبان حمله هوایی را آغاز کردند که به گفته مقام‌های محلی 4 عضو یک خانواده در این حمله کشته شدند. گفته شده که قربانیان این رویداد زن و مرد خانواده و 2 پسر 4 ساله و 18 ساله هستند. در این رویداد 2 عضو یک خانواده نیز جان سالم به در بردند. پس از این حمله و صبح امروز ده ها باشنده محل تظاهرات گسترده را در مقابل دفتر والی راه اندازی کردند. آنها در حالی که اجساد کشته شدگان را حمل می کردند، خواهان توقف حملات هوایی نیروهای خارجی شدند و از مقام های محلی خواستند تا به این مورد رسیدگی کنند. سهیل الدین جامی، معاون والی و سرپرست ولایت هرات، هنگام دیدار با معترضان تاکید کرده که کشته شدگان در حمله شب گذشته غیر نظامیان هستند. هشدار دیدبان حقوق بشر به طالبان: کودکان با منع تطبیق واکسن پولیو با خطر روبرو هستند. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر از گروه طالبان خواسته است تا از منع تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال در ولایت جنوبی هلمند جلوگیری کنند و هشدار داده است که با ادامه این کار زندگی کودکان با خطر مواجه خواهد شد.
این سازمان بین المللی که مقر آن در نیویورک آمریکا است، در گزارش تازه گفته است که طالبان نباید مانع فعالیت تیم‌های سیار تطبیق واکسن پولیو در هلمند شوند، جایی که هزاران کودک نیاز جدی به دریافت این واکسن دارند. در این گزارش آمده است که طالبان مسلح در هلمند از ماه فوریه سال جاری میلادی مانع فعالیت تیم‌های سیار و وزارت صحت عامه برای تطبیق واکسن پولیو در این ولایت شده‌اند. در گزارش تاکید شده که با مانع تطبیق واکسن پولیو در هلمند، مرگ و میر کودکان، بیماری‌های عفونی و فلج اطفال افزایش چشمگیری یافته است. وزارت صحت عامه در این مورد با بزرگان قومی که به صورت غیر مستقیم با طالبان در ارتباط هستند گفتگو کرده تا آنان طالبان را قناعت دهند که دست از مخالفت با تطبیق واکسن پولیو بردارند. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان با دیدبان حقوق بشر گفت که تلاش ها برای قانع کردن طالبان برای اجازه فعالیت تیم های صحی در هلمند موفق نبوده است. شکیلا مرید گزارش می داد لغزش کوه در تخار سه عضو یک خانواده را کشت و بیش از 10 خانواده دیگر آواره شدند. مقام های محلی ولایت تخار در شمال کشور می گویند که در نتیجه لغزش کوه در این ولایت سه عضو یک خانواده کشته شد و بیش از 10 خانواده دیگر آواره شدند. آقای تیمور میگوید که لغزش کوه یک خانه را کاملا تخریب کرده است و 12 خانواده دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته آنان، قسمتی از این کوه در قریه موسوم به زاکرآباد از مربوطات ولسوالی چاه آب تخار لغزیده که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 3 تن دیگر که همه اعضای یک خانواده هستند زخمی شدند. سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار با تایید این رویداد میگوید این رویداد ساعت 10 شب گذشته در قریه موسوم به زاکرآباد زمانی رخ داد که همه مردم این قریه خواب بودند. آقای تیمور میگوید که لغزش کوه یک خانه را کاملا تخریب کرده و 12 خانواده دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. وی گفت بیش از 40 نفر دیگر که زیر تهدید لغزش کوه بودند از خانه هایشان خارج شدند و به قریه های همجوار خود پناه بردند. آنان در حال حاضر مصروف خارج کردن اموالشان هستند. سخنگوی والی تخار تاکید کرد که تا کنون هیچ کمک های اولیه به خانواده های آسیب دیده نشده، اما مقام های محلی این ولایت تدابیر جدی برای بررسی بیجا شدگان روی دست گرفتند. علت اصلی لغزش کوه تاکنون مشخص نشده، اما در بیشتر موارد بارش زیاد، باران و سیلاب باعث وقوع لغزش کوه در ولایت‌های شمالی می‌گردد. سخنگوی والی تخار اما دلیل لغزش کوه را حادثه طبیعی عنوان کرد که همساله در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت به وقوع می‌پیوندد. تخار در شمال کشور از ولایت‌های به شمار می‌رود که بخش‌های این ولایت شاهد لغزش کوه در چند سال اخیر بوده است. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.